که نواخت یکم و دوم یعنی اون زخمه ای که زده می شده به سیم های سفید تار، این دو تا سیم پایینی تار و نواخت سوم به سیم های زرد و نواخت چهارم به سیم های بند ثابت می داره که پایه ملودی محسوب می شده. پایه در واقع معمولا یه فرض کنیم یکی دو تا موتیف رو در نظر می گیرن به عنوان به اصطلاح بیس یک ها، اونو شروع میکنن به معرفی کردن، بعد بر اساس اون شروع میکنن حالا ملودی های مختلف رو کار کردن. چارمزا مندن با یک پایه شروع میشه که یک یا دو میزان و با وزن مخصوصی برای وزن در نظر گرفته میشه برای که کلیه جملات بعدی، یعنی جملاتی که حالا باید طرف خلاقیت بکنه، حالا میخواد چارمزا بسازه بر اساس اون پایه، میاد جملات بعدی رو بر اساس همین پایه، پایه اولیه بسته گسترش میده. بدون شک کلیه جملات چهار مصرع هم همونطور که من قبلا اشاره کردم مانند پیش درآمد حتما باید ملهم از گوشه های مختلف باشه. حالا چهار مصرع بود که ایشون خواهد زد و معرفی میکنم که در چه فضا و چه مقامی است و اینا، بعد میبینیم که این رسما توی گوشه ساخته میشه و فرو میره. چهار مصرع نه، از بعد از آغاز میاد در نتیجه چهار تا پنج تا گوشه مد نظر آهنگساز است، اینا رو میگیره و آهنگسازی میکنه. که البته این ماجرا باید با رعایت تکنیک صحیح ساز از نکات مهم در مورد این فرم حتما باید محسوب کنه. اولین کسانی که شروع به تحول در فرم چهار مصرع کردن عبارت از حمید سمایی، یک در بسری بودن سماموزی و حمید سمایی، علی ندی وزیری و استاد ابوالحسن سبا، تماشاد احمد عبادی که در باید این فرم توسط استاد فرمز پایبر و دیگران به اوج خودش میرسه. چهار مزرعه همونطور که چهار مزرعه اولیه همونطور که اشاره شد بسیار ساده و روان بودن، همونطور که اشاره کردم همینجور بر اساس این چهار مزرعه که زده، حالا مثلا فرض کنید من با این صدای ارکن هم میکنم دیگه که مثلا را 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 اینو دو دفعه میزنه به عنوان مثلا با یه بعد میگه دا را 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 بی را 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 بام بام بام، یعنی واقعا ساده و روان که میگیم یعنی این حالت میگه، یعنی دیگه پا رو فراتر از این ماجرا نمیشن که معمولا هم وزنهایی که میگه توش نوشته میشه معمولا چهار چهارم، چهار ضربی یا سه ضربی و گاهی اوقات شش هشتم، اما نسلهای بعدیه که این فرم رو میان شکل و شمایلی بهش میدن، پیچیده ترش میکنن، ملودی ها تو هم تنگیده میشن، ریتم ها به جایی میرسه که چهار مصرع میشه یک تیکه بسیار سخت که نوازنده به عنوان نشون دادن تکنیک خودش ازش بهره میگیره. و طبیعتا بعد از بیشتر آمد یا آوازی خوانده میشد و بلان، بعد نوبت به چهار مصرع میرسید که من حالا از دکتر فریدو خواهش میکنم که اگر صحبت دیگه هم دارن از رو ببرید برای چهار مصرع بفرمان باید شروع کنیم. بله بله من پیدا بکنم و بعد این نوتی شد و همونطور که اشاره کردم غیر از این فرمای ریتمی آوازها یا تیکه های آوازی که ظاهرا ریتم ندارن موسیقی یونی با بوده غیر از اون زرمی ها و تیکه های هم میزدن. حالا من خواهش میکنم بخش مخالف و بخش درمان مخالف سگا یکی از من دو خسته شده شما تو بسید شما تو بسید هر دستگاهی برای خودش یه برش بده یه درمان که باید برسید به برش رو بده به دنیا
این پلاهایی که بابش برسیده اون بالا میگیم و پایین پایین بهشون بودنی گوشه و دستگاه صدا یکی از زیباته اون دستگاه هستش اوجش بهشون میگن مخالف صدا و بسیار زیباته با استاد تلوانی در مخالف صدا معمولا اکثر رمازیتو در گرمت و در مخالف صدا بازن بهتر سازن و این تلوانی هم این جزده که زیبایی در چهار بزار در اوج صدا ساختن من قبل از اون در آمد کوچی که بوده دونه برنسیم و شما رو اجرا میکنم بعد بستش میکنم به چهار بزار Thank you.
چون ممکنه بخصی ممکن باشه اینکه عبیر میشته نمیتونم آنچه که در نظر گرفته بودیم فقط همینقدر بگم که تنها فرم ریتمی که به آوازی ما در چارچوب موسیقی ایران تصنیف که باز اگر برگردیم به تصنیف های اولیه حتی باید برگردیم فرض کنیم به زمان ساسانیان ما موسیقی به طور کلی آوازی و با یه اشعار ساده خوانده میشد و یا آهنگسازان اون زمان بنا به مناسبت های روز به خاطر روز، به خاطر هفته، به خاطر ماه، به خاطر سال، به طور کلی میشستن قطعه تلیو تدارو بیدن ولی هرچی میگرد این منجور رو الان مدتی که شاید قبل از این راه تصنیف ها رنگ رو رونه میده و یواش یواش واژه ترانه میشه به جای واژه تصنیف پس همینقدر بدونیم که تصنیف یه فرمی که با شعر پیوند میخوره در حالی که بیشتر آمد، چهار مزرام پیشون زد و یا رنگ رنگی که برای خاتمه یک روح نوازیه و بیشتر هم حکم رقص رو داشته در پایان با رقص خاتم بدون کرده موسیقی و ریتمیم که داره ششمه این تصنیف معمولا ریتم سنگینی داره و همینقدر ببینیم که تنها فرمی که با کلام پیوند میخوره که شعر انتخاب میکنه یا آهنگ ساز یا دوش آهنگ میذاره یا شعر روی ملودی آهنگ ساز برمیداری به شعر میذاره و الان یه تصنیف برای شما در نظر گرفتیم که اینم در چارچوب سگاه هم هست این من هم از توضیح بدم که روی اشعار خیام نوشته شده این تصنیف و قالبی هم که داره شش هشتم و اسمی هم که من براش انتخاب کردم پس سراب سراب بودیم یه چیز غیر واقعی است دیگه نه چون مفاهیم میشه یه چیزی دست نیافتنی من هم اسمی رو بکشتم سراب اینه که حالا اتفاق که افتاد باز ما رو به درد سر انداخت این ماجرایی بود که تا دیشب ما قرار بود یه خواننده اینجا داشته باشیم خواننده همی که در بیشون تلفن کردن یه مشکلاتی متأسفانه برای همسرشون پیش میاد که باید میرفتن جراحی میکردن قرآن و در شرایطی نبود که یعنی خواب و هوای خوبی نداشت بیاد بنشینه حالا رو صحنه رو اکت کنه و تصنیف بخونه بعد آقای ابراهیمی میگم که خب حالا چه بکنیم گفتش که هوا صدا خوبه اینه اون به شما خوبه
فلکن در بر فلکن در بر فلکن بس بگی چون دستم برداشتم برداشتم من فلک را Okay.